سلام بر بچه‌های یوتیوب، خوش اومدید. اومدیم با یک موزیک جدید، یک اجرای بگیم جدید از پسر دوست داشتنی، پسر جذاب افغانستانی، پسر جذاب موزیک پاپ افغانستان منصور جلال. یه یکی از فکر کنم رفقا جینگ استاد قصرفید. آره از شاگرد موقعی که فکر کنم نمیدونم موقعی که توی یه ویدیو استیج بود توی برنامه فکر کنم ستاره افغان بود، نمیدونم داورای اون موقع از ستاره افغان کیا بودن. بودن دیگه، قصرفید بود همش میگفت احسن در احسن. خب بریم که با هم دیگه اجرای جدیدشو ببینیم. تو همین عید داشته بچه اجرا رو به اسم او بانو بانو جانا. بانو بانو جانا ننگانا. بریم بچه سراغ این ویدیو، حتما لایک رو بکوبید، سابسکرایب بکوبید، زنگوله اینستا اون لایک رو باید زود بکوبید، لایک رو همین الان بیاد بزنید لایک رو. و اینکه بچه حتما چنل دوم ما امیر ریسن و امین نووا رو دنبال بکنید. حتماً. چنل من گیمه، چنل نووا تیک تاک اونجا دیدی با هم یه گیم زدیم بچه، اگر دوست داشتیم مساوی یه چلنج هم اونجا میذاریم دیگه. بیاد حتما پس ساب بکنید. بریم سراغ این ویدیو، دمتون گرم. ملودی داره همه چیزیه. یک تفاوتی که نسبت به دیگر خواننده‌های پاپ داره، میگم بچه ها سبک بروز میخونه، یعنی اینجوری بخوایم بگیم به اصالت مثلا اون موسیقی افغانستان توجه بکنه نیست، واقعا نسبت به سنش که جوونه جوانانه و امروزی میخونه. باید هم آخه اونجوری باشه دیگه، نمیتونه با اینا باز میرن بازخوانی میکنن و موسیقی قدیمی ها، ولی آره اجازه اینده باشه از خودشون باشه. آقا همش بروزه. آره همش بروزه سب. فیروزه بانو جانا دیگه من تو آره دیگه من تو رو صدا میکنم یه تو رو بیه بغل کنم. فیروزه چیه بچه ها؟ فیروزه فکر کنم از این عنوان تشبیه و مثال میزنه که آقا فیروزه یک سنگ گران قیمتیه. خب یعنی تو هم کم هم هست بخاطر کم بودنشه که گران قیمته، و هرچی فکر کنم به مغز سنگ نزدیک میشیم گرونتر میشه، چیزی که من آمارشو دارم. یعنی افغانستان هم که بچه خود معدن سنگ. آره میگه اینقدر چو خاص و کمی گرونی من تو رو دوست دارم و فقط مال من تک بودنی کم بودی. فکر کن یکی داشته باشه گرون باشه فقط مال تو باشه، الماس یاقوت باشه، میشه لامبورگینی تو. آره یه لامبای تو. شوخی کردم بریم. سرم را خاک راحت میکنم من فراز بانو جانا. شبا هم سرمو ببین اینجوری لالا میکنن آروم میخوابم، لالا میکنم فیروز جانو دارم من، خدا رو شکر میکنم بچه ها. کنی سایم ای جان فیروز بانو جانا، دل خود را فدایت میکنم من. این اوج گرفتن نگاه کن موتر منصف میشه، یه دونه موزیکش بود اوج میگره، یه تیکه آخرش بود آره دیگه قیصر فیت هم اونجا گفت احسن 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 بلند شده فهمیدم. خیلی خبر این اوجاشو خیلی دوست دارم من کلا دقیقا احسن... این ولی اونجا خیلی اوجش بیشتر بود، اونجا دیگه یک اوج خفنی گرفت خودی که صدا قشنگ رفت بالا دیگه پشماش ریه. آره صدا من فکر کردم داره مثلا میگه این چه مدل داره میخونی یادت باشه. آره بعد یه فهمیدیم نه پراش ریخته کلکو پری، نه برای ما که نمون دیگه. دل خود را فدایت میکنم فیروز بانو جانا، فیروز بانو جانا، بانو بانو جانا، بانو بانو جانا، شهر بانو جانا، او بانو 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 جانم، او شاه بانو جانم، شاهش کرد. ولی خب شاه مگه بد نمیشد؟ نه دیگه حالا شاه زنم هستی شاه 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 او بانو بانو جانا، شهر بانو جانا، شاه بانو. منظور از شاه تشبیهه، یعنی میگه تو بالاترین هر چی دیگه زن و بانوی دیگه، برای من تکید تو فقط برای من ساخته شده ای. ولی خدایی این اجراهاشو خیلی دوست دارم من. من اجرا آره بعد تو افغانستان خیلی این ایران... بابه الان آخه اکثرم دیدی ایران توی این مثلا بهتون بگم بچه تو این 4-5 ساله خیلی باب شده. مثلا من ویدیو آخه من زیاد کنسرت نمیبینم ایران افغانستان با هم دیگه تو این 4-5 سال
چیز آقا از ایرانی ها من زیاد کنسرت نمیبینم تو اروپا. چرا بابا؟ بابا الان 100 تا باشه مثلا آرتیست اونجا 100 تا افغانستانی باشه از صد این اونا که یه سره این طلوع اینا یه کله دارن ویدیو میذارن. ویدیو میذاره استیج، این کنسرت نیستش که این. نه میگم همین استیج دیگه، اینجوری استیجی. یه جا نیست که مثلا بخوان ایرانیا برن اینجا بگن آقا ما اینجا میایم میخونیم. یه حمایتی بابا هست تو ماهواره زیاده دیگه. برای برای خواننده‌های اونوری، برای خواننده‌هایی که داخل ایران رفتن بیرونو دارم میگم. خب دیگه برای اونایی که قبل شاه رفتن، زمان شاه رفتن رو نمیگم. برای اونایی که الان جوانایی که مثلا شاید 10 سال پیش رفتن از ایران، یه جایی یه استیجی نیست که بخوام برن اونجا. الان برنامه شب عید ایران رو میدیدی میخوندن دیگه، میمدن تلویزیون میخوندن دیگه. الان چند سال شب لحظه سال تحویل اینا میان بعد تلویزیون میخونن. یه خواننده های میمورده من پرام ریخته بود اصلا مجوز دارن اینا یا نه. دل مرا بسته اینا درخشانده رو عید آورده بودن، اینا درخشانده. دل مرا برده بچش ما برو جانا. چشمای منو برده ای؟ نه میگه دل دل منو بردی با اون چشمای آهویی. آها اون چشمای اونو ای بابا. آهویی با دل مرا برده با چشما برو جانا. دل مرا برده با چشما برو جانا. ابرو جانا واقعا زیبا، چه رقص دنسی هم میکنه. آقا بده واقعا تو نعمت با هم دیگه داره بچا، هم خوش قیافه است خب، هم صدا هم دنس، هم صدا همه چیشو داره واقعا استایل. انار انار یا ایرانی نه آره والا انار انار بیادم نم دل نار بیا بابا لینم گل انار بیا همه با شدن دیگه همه با شدن اینجوری هم تو آهنگ شو داره پلی بک میکنه. کسی بینی دل بره دارد با دل بره خدا آمه. خیلی قوی بود، خیلی قشنگ بود، بازی با خاطرات بود. آره یه طرف سیخ شد. آره چقدر ما مهمون سیخ میشه. هر کس ببینی دل بره دارد با دل بره خدا رمه دارد. اما دل من همیشه تنهاست، اما دل من همیشه تنهاست، تنهای دل یک غمه دارد. میگه همه دل و دلبر و یار دارم ولی من دل من تنهاست، من دل دل تنهام خودش مثلا یه کیفی داره نگاه. اما دل من همیشه تنهاست، تنهای دل یک غمی دارد. تنهای دل یک غمی دارد. آره دیگه این غم داره که نمیتونه. گن زدی با اون ترجمه. میگه آقا نمیخواد دیگه، نمیتونه بره عاشق کسی بشه دیگه. بعد میگه نچشیدی که ببینی تنهایی دل چه غمی داره. باید با این دروازه در اینجا رو وا کنیم، عشقو بدیم به اونجا. کلیدشو بذارید درش. مثل ما سینگل نمونیم بچه ها. فکر کنم فهمید دوربین داره میگیرتش. آره رفت تو دنس یا لا. حالا بیا من اینکه که زد تو فازه فکر کردم سویت شده. آره بچه از بار بود میوزیک هستش داخل دیسکریپشن لینکش و واقعا بچه خیلی جذاب، خیلی قوی هم هم قوی بود. همین که اون انار انار رو خون خیلی چسبید، خیلی چسبید برای من، خیلی چسبید والا انار انار. دمتون گرم که تماشا کردید بچه ها. لایک لایک رو بکوبید، الگوریتم یوتیوب کمک میکنه ما رو بیشتر نشون بده. آقا بکوبید لایک و زنگوله اینستا سابسکرایب همه رو بزنید. چنل های دوم ما رو حتما برید دنبال کنید، ساب بکنید و دمتون گرم که نگاه میکنید ویدیوهای ما رو و تا ویدیو بعدی و یک ریاکشن دیگر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.